به یاد عروسک فروش جوان مریوان، شهید قیام مختار احمدی. کودکان مریوان منو خوب میشناسن و به یاد دارن. من همون عروسک فروش مهربانی بودم که برایشون اسباب بازی و عروسک های دستساز تهیه میکردم و در بساط دست فروشی هم میفروختم. من مختار احمدی که فقط 19 سال سن داشتم و برای تأمین معاش خانوادم کار میکردم. این صحنه ها که میبینید مریوان در قیام سراسری 1401 است. شب 9 مهر 1401 من در چنین اوضاعی بود که با تنی خسته از کار طولانی دستفروشی در کنار خیابون وارد کوچه بنبست و تاریک خودمون تو محله تیکه شدم. مزدوران حکومتی هنوزم در تلاش بودن تا با شلیک گلوله‌های جنگی جوانان معترض رو از خیابان‌ها دور کنند. مزدوران سرکوبگر با گلوله‌های ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و گلوله‌های جنگی شلیک می‌کردند. سفیر گلوله‌ها در تاریکی شب پیچیده بود. می‌خواستم خودم رو زودتر به خونه برسونم. ناگهان احساس کردم سوختم. در لحظه افتادم، در تاریکی شب خون بر بدنم رو احساس می‌کردم. پیکر خونین و نیمه جانم رو بیمارستان فجر رسوندن. اما دیگه دیر شده بود. و من در سن 19 سالگی در اثر شدت خونریزی بعد از چند ساعت پرواز کردم. من هم مثل همه جوانان کردستان از زندگی کوتاهم جز درد و رنج و محرومیت چیزی نصیبم نشده بود. من که صبح تا شام در کنار خیابون بساط دست فروشی داشتم تا عصای دست خانواده محرومم باشم، اون شب با گلوله‌ای که بر تن خستم شلیک کردن پرواز کردم. قاتلان بعد از کشتنم دست از سر خانواده‌ام بر نداشتن. از اونا خواستن که منو به عنوان شهید رژیم اعلام کنن، اما خانواده‌ام زیر بار نرفتن. مزدوران حکومت که دیدن خانواده‌ام از قشر محروم هستن فشار بیشتر کردن و اونها رو وادار کردم تا پیکر مرا نصف شب روز 10 مهر و در حلقه 20 نفر از نزدیکانم در آرامستان دارسیران مریوان به خاک کردستان بسپارم. حتی فرصت عزاداری هم به خانواده‌ام ندادن. اما خانواده دادخواه هم نگذاشتن تا حکومت جنایتش رو مخفی نگه داره و من فراموش بشم. برادرم افشاگری کرد و گفت برای اینکه جنازه مختار عزیز را بدهند ما را به خاکسپاری شبانه وادار کردند. این درد همگانیت و شما آگاه از آن. مختار انسانی زحمتکش و با شرافت کارگری زندگی میکرد. مختار به کسی ظلم نکرد و خوبی هم نوع خود را میخواست. مختار عزیز ما یکی از نسل جوان امروز بود. با همون آرزوها و با همان مشکلات مختار مثل همه ما معترض بود. میگویند اعتراض مختار کسی است ولی به دلیل اعتراضان عزیزش را گرفتند. اما در مراسم چهلم هم مردم شریف مریوان و شهرهای اطراف به کمک خانواده اومدن و برای مراسم گرفتن. روز 19 آبان من میزبان مردم و جوانان در کنار خانه ابدی هم بودم. جوانان شعار میدادن، من صدای اونها رو میشنیدم. قاتلان از حضور مردم بر مزارم و تجدید عهد اونها برای ادامه قیام و خیزش وحشت کردند. به همین خاطر بزدلانه سنگ مزارم رو دزدیدند. اما من با این تشبثات فراموش نشدم. جوانان شهر اسم مرا بر دیوارها نوشتند و اعلام کردند که راه من ادامه دارد. بله، من در شما و در استمرار قیام شما جوانان ادامه دارم تا پیروزی و بهروزی. Hamu seve kutridilah bagdretu berulay evamre lefishanda lesalusa ladatu rulayula shuki sashqa musakula. نو مالکان ننگار گری انجا برو کوری دلتا.